موضوع برنامه امشب ما خشونته. خشونت همیشه با درگیری فیزیکی و دعوا و بلوا و اختشاش همراه نیست. گاهی روحیات و رفتارهای آدم ها با خشونت عجین میشه، یعنی به جایی میرسه که همه چیزو، همه کسو با نگاه خشن و بدبینانه نگاه میکنن. داره از بالای پل عابر پیاده آدرس میپرسه، از پایین بهش میگن تو رو خدا نپر، یکم بیشتر فکر کن. حالا باز اونایی که میگن نپر خوبن، یه عده سری جلو ماشینا رو میگیرن، میگن یه لحظه اجازه بدین، یه مورد خودکشی از ارتفاع داریم، همکاری کنید لطفا. بیمزه صرفا. چون صبح زود از خواب باید بیدار می شده، ترک تحصیل کرده. اون وقت 4 صبح از خواب بیدار می شه، تخم ژاپنی می خره، میره مراسم اعدام تماشا می کنه. بذارین به همه برسه خنده. آره. بعد لحظه آخر، اولیای دم طرف رو می بخشن، این میره به مسئولین اعتراض میکنه، میگه من مسخره شما ایم. میدونی تخم ژاپنی کیلو چنده؟ چند نفری هم هستند که کلن کاسبن، یعنی از هر اتفاقی که در جامعه رواج پیدا میکنه پول در میارن. تب کنکور بالا بگیره، کلاس کنکور میذارن. تب فوتبال داغ بشه، همه اقوامشون رو میفرستن تیمهای لیگ برتری. خشونت تو بورس باشه، هر روز کتک میخورن، میرن پزشکی قانونی، طول درمان میگیرن. یعنی مورد بوده که مضروب خودش دلش برای ضارب سوخته، گفته اون خط روی رونم کار این نیست، مال 2-3 هفته قبله. قبلنا هر روزنامه یه صفحه حوادث داشت، هر کی دوست داشت میخوند، هر کی دوست نداشت نمیخوند. الان میری تو اینترنت، نوشته لحظه ترکیدن مشکوک عابر پیاده سر تجریش. موبایل تو روشن میکنی، پیغام اومده گفتگو با زنی که 36 سال در گاف صندوق حبس بود. پولها را میشه مردم که حوصله هم سر نرود، این تیترشه. روزنامه رو باز میکنی، نوشته قاتل زنجیری پس از دستگیری توسط پلیس 2 نقطه. شرمنده مردم شدم. جملش. زنگ خونه رو میزنن، میگی جانم. میگه این ماشین روی پل مال شماست؟ میگی خیر. میگه پس مال کدوم الاغیه؟ تلویزیون رو روشن میکنی، یکی دل و رودش رو بغل کرده تو فیلم سینمایی، داره میدوه. کانال رو عوض میکنی، همون داره میدوه ولی این دفعه از روبرو. میزنی یه جای دیگه، میگه 1000 کشته 500 زخمی. میزنی یه جا دیگه، یارو زل زده تو دوربین، گله گله اشک میریزه. 20 دقیقه نگاه میکنه که بگه چشه، گریه امونش نمیده. میزنی فوتبال، یه عده مربی تیم بازنده رو گرفتن که داور رو نزنه، مربی تیم برنده هم نشسته رو سینه خبرنگاره، داد میزنه اون چی بود هفته قبل چاپ کردی؟ همه میگفتن آقا اجازه اونا بودن. بعضیا علاقه‌مندن، حتی وقتی دارن رانندگی میکنند هم بقیه در جریان باشن که اینا چقدر خشنن. یعنی اساساً خشن بودن یک جور فضیلته براشون. داده پشت ماشینش نوشتن پرت به پرم بگیره پرپری. <تص->
زندگی عوضم کرد اما عوضیم نکرد. اینا جملات لطیفیه که پشت ماشین و جاهای مختلف زد. داده رو کیک عروسیش با خامه نسکافه‌ای نوشتن خشن بشم بد میبینی، بهتر نزدیک نشینی. اولین سالگرد ازدواجشون یه برچسب زده رو کادوش، روش نوشته سنگین هضم من برات. اینا رو دیدم که میگم یه عده‌ام هستن که روحیه‌شون به شدت حساسه و تحمل هیچ خشونتی رو ندارن. یعنی اگه بستنی یه بچه جلوی اینا از دستش بیفته، سه روز تب میکنن میفتن تو تخت. بعد هم اینا نمایشگاه هنری میذارن، پیپ میکشن، از این کلا کجا میذارن که یه نخود اینجاشه، بعد پاشون رو پاشون میندازن، میگن اون کار واقعا یونیکه، پایینش سنجابه، بالاش جاشمیه، اون پالتو هم کاملا پوست خرسه، کله خرسم شده کلاه پالتوه، بارون که میاد سرت میکنی میشه این خرس. منتها اگه اینو میخوای ببری بعد از اون جالباسی هم ببری که از شاخ گوزن درست شده، چون به جای دیگه گیر نمیکنه. این خشونت و لطافت این آدم هست. دو دقیقه میشینی با بچه بازی کامپیوتری کنی که یعنی پدر خوبی هستی. یه صحنه هایی میبینی که بمبارون اتمی هیروشیما سوسول بازی هستن پیشش. میگه بابایی وقتی میکشیش باید سرش هم ببری، دایره و F2 رو بگیر سرش رو میبره. چشاتو میبندی دایره و F2 رو میگیری، میگه حالا باید خونش رو بخوری که جونت زیاد شه. بعدش هم چون خودت زحمتش رو کشیدی میتونی سیراب شیردونش رو ورداری برای خودت. اون وقت خشنترین بازی ما تو بچگی اسمش دختر مهربون بود. دکمه رو که میزدیم از رو چاله آب میپرید میرفت تو خونه شون میگفت دینگ دینگ. این خیلی بازی خشن ما بود اون موقع. حرف آخر، یه نوع خشونت هم داریم که بهش میگن خشونت روانی. یعنی در ظاهر حرکت خاصی نمی کنیم اما داری روی اعصاب طرف نابود می کنی. خیلی از آقایون اینجوری هم، بعضی از آقایون میگه یه خیار برای من میاری بی زحمت؟ خیار رو میارم تا میشینه میگه با چی پوست بکنم؟ چاقو رو میارن میگه بمالم به فرشی، نمک نمیخوا. هم مدام داره دستور میده هم متلک میگه. این نوع خشونت روانیه. یه مدل دیگه از خشونت روانی خودخواهیه. دیرش شده بدون توجه به آدمهای توی ماشین 120 سرعت میره. یعنی منظورش اینه که یا من به قرارم میرسم یا همه با هم میمیریم. این مدل از خشونت‌ها معمولاً در مورد خانم‌هایی که میگن مهرم حلال جونم آزاد اعمال میشه و خانمایی که تا حرف میشه تعداد سکه‌ها رو یادآوری میکنن، کمتر با این نوع از خشونت آشنان. گاهی برای لمس کردن خشونت‌های رایج در جامعه فقط کافیه به دور و برمون نگاه کنیم. تجمع کودکان کار پشت چراغ قرمزها یک جور خشونت اجتماعیه. کارمند بازنشسته ای که آخر برج پولش به خرید شیر و ماست نمیرسه خشونت رو با تمام وجودش درک میکنه. پدری که بعد از سالها کار کردن توانایی فرستادن دخترش به خونه بخت رو نداره
قربانی خشونت بزرگی به نام فقر. جوان پر انرژی و تحصیل کرده ای که کار براش نیست قربانی خشونت بزرگی به نام بی‌عدالتی اجتماعیه. خشونت ها از نوعی به نوعی دیگه تبدیل میشن، از فقر به بدبینی، از بدبینی به گسست خانواده ها، از اعتیاد به بیخانمانی و قتل و خودکشی و انواع بزهکاری ها. خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید، به ما انرژی دادید، خسته شدید. این صدای در بود. خیلی ممنون که با ما بودید.